نمی باید که در کار دنیا به کلی مشغول شدن، سهل باید گرفتن و در بند آن نمی باید بودن که مبادا این برنجد و آن برنجد. می باید که گنج نرنجد، اگر اینان برنجند اوشان بگرداند، اما اگر او برنجد نعوذ بالله او را که گرداند. عالم بر مثال کوه است، هرچه گویی از خیر و شر از کوه همان شنوی، و اگر گمان بری که من خوب گفتم کوه زش جواب داد، محال باشد که بلبل در کوه بانگ کند از کوه بانگ زاغ آید، یا از بانگ آدمی بانگ خر، پس یقین دان که بانگ خر کرده باشی. عالم به غفلت قایم است، اگر غفلت نباشد این عالم نماند. شوق خدا و یاد آخرت و سکر و وجد معمار آن عالم است. اگر همه رو نماید به کلی به آن عالم رویم و اینجا نمانیم. وقت تعالی می خواهد که اینجا باشیم تا دو عالم باشد. پس دو کت خدا نصب کرد، یکی غفلت و یکی بیداری، تا هر دو خانه معمور باشد. آدمی از کوچکی که نشو و نما گرفته است به واسطه غفلت بوده است و الا هرگز نبالیدی و بزرگ نشدی، و چه گویم دنیایی که قوام او و ستون او غفلت است. در آدمی عشقی و دردی و طلبی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر 100,000 عالم ملک او شود، او نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل در هر پیشه و حرفتی و صنعت و منصبی و تحصیل علوم و نجوم و غیره می کند و هیچ آرام نمی گیرد، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است. آخر معشوق را دلارام میگویند، یعنی که دل به وی آرام گیرد. پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی ها و مقصود ها چون نردبانی است، و چون پایه های نردبان جای اقامت و باش نیز از بحر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود، و در این پایه های نردبان عمر خود را ضایع نکند. همه دلتنگی دنیا از دل نهادن بر این عالم است. هر دمی که آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی، و در هر رنگی که بنگری و هر مزه‌ای که بچشی دانی که با او نمانی و جای دیگر می روی، دلتنگ نباشی. اگر خواهی که دائما در بهشت باشی، با همه کسان دوست شو و کین کسی را در دل نگه مدار، زیرا که چون شخصی را از روی دوستی یاد کنی دائما شادمان باشی، آن شادی عین بهشت است. و اگر کسی را از روی دشمنی یاد کنی دائم در غم باشی، و آن غم عین دوزخ است. چون دوستان را یاد کنی بوستان درونت از خوشی می شکفد و از گل و ریحان پر می شود، و چون ذکر دشمنان می کنی باغ درونت از خارزار و مار پر می شود و پشمرده می گردی.
حق تعالی اگرچه وعده داده است که جزاهای نیک و بد در قیامت خواهد بودن، اما نمونه آن دم به دم و لمحه به لمحه می رسد. اگر آدمی را شادی در دل می آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است، و اگر غمگین می شود کسی را غمگین کرده است. این ارمغانهای آن عالم است و نمودار روز جزاست، تا بدین اندک آن بسیار را فهم کنند، همچون که از انبار گندم مشتی گندم بنماید. این قبض ها و تیرگی ها و ناخوشی ها که بر تو می آید از تأثیر آزار و معصیتی است که کرده ای، اگرچه به تفصیل تو را یاد نیست که چه و چه کرده ای. نگر که چقدر گشاد داری و چقدر قبض داری. قطعا قبض جزای معصیت است و بست جزای طاعت است. گفت: مادر را چرا کشتی؟ گفت: چیزی دیدم لایق نبود. گفت: آن بیگانه را میبایست کشتن. گفت: هر روز یکی را کشم؟ اکنون هرچه تو را پیش آید نفس خود را ادب کن، تا هر روز با یکی جنگ نباید کردن. علمای زمان در علوم موی می شکافند. چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بر آن احاطت کلی گشته. آنچه مهم است و به او نزدیکتر از همه خودی اوست و خودی خود را نمی داند. همه چیز را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست، این حلال است یا حرام است. خود را نمی داند که حلال است یا حرام، جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک است. جمله علوم علمای جهان که در عالم کسب می کنند طالب گور است، دیگر پیشتر نمی گذرد. به مجرد دیدن بحر گوهر کی حاصل شود؟ اگر 100,000 بار آب دریا را تاس تاس به پیمایی گوهر را نیابی. قواس می باید تا به گوهر راه برد، و آنگاه نه هر قواسی، قواس نیکبختی، چالاکی. این علم ها و هنرها همچون پیمودن آب دریاست به تاس، طریق یافتن گوهر نوعی دیگر است. بسیار کس باشد که به جمله هنرها آراسته باشد و صاحب مال و جمال، الا در او آن معنی نباشد، و بسیار کس که ظاهر او خراب باشد او را حسن صورت و فصاحت و بلاغت نباشد الا آن معنی که باقی است در او باشد، و آن است که آدمی بدان مشرف و مکرم است و به واسطه آن رجحان دارد بر سایر مخلوقات. پلنگان و نهنگان و شیران را و دیگر مخلوقات را هنرها و خاصیتها باشد الا آن معنی که باقی خواهد بودن در ایشان نیست. علم اگر به کلی در آدمی بودی و جهل نبودی، آدمی به سوختی و نماندی. پس جهل مطلوب آمد از این رو که بقای وجود به وی است،
و علم مطلوب است از آن رو که وسیلت است به معرفت. پس هر دو یاریگر همدیگرند و همه ازداد چنینند. جمله ازداد نسبت به ما زد می نماید. نسبت به حکیم همه یک کار می کنند و زد نیستند. در عالم بین ما کدام بد است که در ضمن آن نیکی نیست و کدام نیکی است که در ضمن آن بدی نیست. ما را بحث است با مجوسیان که ایشان می گویند که دو خداست، یکی خالق خیر و یکی خالق شر. اکنون تو بن ما خیر بیشر تا ما مقر شویم که خدای شر هست و خدای خیر. این محال است زیرا که خیر از شر جدا نیست. چون خیر و شر دو نیستند و میان ایشان جدایی نیست، پس دو خالق محال است.